در جهان معاصر علم های دقیق، تفکری تکنیکی، تکنولوژی معاصر و جهانبینی اطلاعاتی با امیل پیشبرنده تمامی ساحه‌ها به خصوص اقتصادیات و آینده جامعه تبدیل یافته است. رشد و دورنمای تمامی ساحه‌ها در زمینه آموختن علم های دقیق و دانش های تکنیکی تامین کرده می شود. اعلان 20 ساله آموزش و رشد فن های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف از جمله اقدام های دوربینانه است که می تواند شوق و هوس خوانندگان به خصوص جوانان را بیدار سازد. با مقصد دریافت چهره های نو در ساحه تکنولوژی اطلاعاتی و برنامه سازی در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد اسیمی المپیاد جمهوریوی برنامه سازی بهترین برگزار گردید. در المپیاد دانشجویان از تمام دانشگاه و دانشکده های عالی مملکت اشتراک نموده بین هم رقابت نمودند. رشد همجانبه علم و معارف و تیار کردن متخصصان صاحب معلومات جوابگو به طلبات بازار مهنت در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جهت باز هم بهتر به راه موندن آموزش علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین برای توصیه تفکری تکنیکی نسل نوراست سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان کرده شد. مقصد چورابینی امروز ما در پرتو هدایت های پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان برای یافتن چهره های نو در خواجگی خلق، یعنی که برنامه ساز بهترین به نقشه گرفته شده است و در موافقه با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، دانشگاه تکنیک تاجیکستان، فاکولته تکنولوژی اطلاعاتی و کامیکاسیونی دانشگاه تکنیکی عین حال آزمون برنامه ساز بهترین را عملی کرده شده است. این پیشنهادی دوربینانه رهبری دولت در آینده برای هرچی بیشتر جلب نمودن توجه جوانان به فنهای طبیعت شناسی زمینه واقعی گذاشته، در رویه ها متخصصان با تجربه آماده کرده می شود. علمان و پژوهشگران اعلان کردن 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف را قدمی سوار در رشد علم و معارف عنوان کردند. رشد همجانبه علم و معارف و تیار کردن متخصصان صاحب معلومات جوابگو به طلبات بازار مهنت در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به میان گذاشته شد. امروز در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد سیف الدین چوشتمی بخشیده و 20 ساله آموزش رشد علم های طبیعت شناسی دقیق و تکنیکی در ساحه علم و معارف آزمون جمهوریوی برنامه ساز بهترین گذرانده شده شده است و در این آزمون از تمام دانشگاه جمهوری نمایندگان، یعنی دانشجویانی که در آنجا تحصیل میکنند دعوت کرده شدند و آزمون از قسم نظریوی و قسم عملی عبارت بوده. مقصد گذراندن آزمون این دریافت چهره های نو در ساحه تکنولوژی اطلاعاتی و برنامه سازی میباشد. چنانکه که ما میدانیم امروزها در تمام جهان خوب رشدی تکنولوژی اطلاعاتی، شبکه های کامپیوتری و برنامه سازی با طرز خوب خیلی منتظم روش کرده ایستاده است و ما تصمیم گرفتیم که از بین جوانان جمهوریمان چهره های بهترین رو انتخاب نموده در آینده باز این آزمون رو دوام دهیم. در سمت تطبیق هدف های 20 ساله آموزش و رشد فن های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف، آموزگاران مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی و دانشگاه و دانشکده های عالی مملکت وابستگی کلان دارد، زیرا از روی فن های مورد نظر بیشتر در همین دانشگاه ها متخصص آماده کرده می شود.